بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر به مجمع خبری. خوش آمدین. در نخست عناوین مهمترین های این مجموعه خبری: نواگذاری چوکی سرمنشی سازمان ساک به افغانستان از بحر نه مشروعیت جهانی. آگاهان امور میگویند نه دعوت افغانستان به سازمان ساک از بحر نه به رسمیت شناختن حکومت سرپرست زنگ خطر افغانستان خواهد بود. بله، و این یک ضربت مهم است به مقام افغانستان در منطقه و از یک کشور. تأکید ایران و افغانستان از بحر صلح دائمی و ثبات دراز مدت در افغانستان. آگاهان امور میگن صلح و ثبات در افغانستان به نفع منطقه است و امارت اسلامی باید در این عرصه تلاش به خرج بدهد. در اوضاع و احوال کنونی بهتر است با کشورهای همسایه افغانستان جای نگرانی در حال وضع امنیتی کشور ما به خاطر تأمین صلح و ثبات بیشتر در افغانستان با حکومت سرپرست فعلی همکاری کنند. داد ستود تجارتی ثبات اقتصادی و سیاسی تقویت می کند. آگاهان امور اقتصادی می گویند داد ستود تجارتی برای رشد اقتصاد و ثبات سیاسی راه بازگشایی می کنند. سیاسی ثبات پیدا کیږي نړیوال سټیج کې پرمختګ پیدا کیږي د ملت او د حکومت ترمنځ اړیکې په غوړه چې ټینګ شي دا ټول اقتصادي ثبات لاسته راوړل کیږي. آغاز کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در سراسر افغانستان. وزارت صحت عامه میگوید در جریان این کمپاین 9.9 میلیون اطفال تحت سن 5 سال واکسین خواهد شد. ټول هیواد کې د څلور ورځو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیون په اندازه باندې ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي. مشروع خبرها: نکسب کردن مشروعیت جهانی حکومت سرپرست در افغانستان باعث این شد که کشورهای عضو سازمان همکاری های منطقه جنوب آسیا یا سارک تصمیم گرفتند که کرسی سرمنشی این سازمان را به افغانستان واگذار نکنند. وزیر خارجه نیپال که رئیس دارالانشای سازمان سارک است با وزرای خارجه اعضای این سازمان به جز افغانستان تماس گرفته و درباره تعیین گلام سرور از بنگلادش که اکنون به عنوان سرمنشی جدید این سازمان انتخاب شده است آگاهان امور این تصمیم زنگ خطر بر افغانستان میدانند. آنها تاکید میکنند که اگر امارت اسلامی مشروعیت جهانی را کسب نکنند از نشست های مشابه به بهره خواهد شد. سازمان سار که مرکزیتش در کشور نیپال است در مورد موضوعات اقتصادی و جیوپولیتیک فعالیت میکنند. بر رسمیت نشناختن حکومت سرپرست در افغانستان حیثیت افغانستان همیشه زیر پا شده است. کرسی سرمنشی سازمان سار که این بار قرار بود به افغانستان واگذار شود اما به دلیل نمشروعیت حکومت سرپرست باعث این شد که این چوکی به افغانستان واگذار نکنند. آگاهان امور میگویند این کار زنگ خطر برای افغانستان است که حکومت سرپرست باید درباره اش فکر کند. بله، و این یک ضربت مهم است به مقام افغانستان در منطقه با حیث یک کشور، و معزی هم نگران استم که وزیر خارجه پاکستان با سرمنشی ملل متحد سر مسائل افغانستان ملاقات کرده. یعنی افغانستان خودش باید وزیر خارجه داشته باشه که در ملل متحد با سرمنشی ملل متحد ملاقات کنه و پاکستان دلال افغانستان نباشه. از سوی هم برخی دیگر میگن که امارت اسلامی باید با کشورهای منطقه روابط خوب ایجاد کنند و با آنها تعامل سیاسی کنند. نامداشم دنچونو مسئله چی اوس نریوالو دپاره یوستر بحانه گرزه دلیده. بله. دلتا او گوری زین مسائل اگه ساملی شو یا تنش شو خورده ده مهمه اواسطی مسئله چی اوس نریوالو اغه یو بهانه نیولی ده دنجونو ده کار او تعلیم مسئله ده او بل با افغانستان که ده پراخ بنسجه حکومت راوستن. بر اساس گزارش ها نه به رسمیت شناختن حکومت سرپرست باعث این شد که سرمنشی سازمان سارک به افغانستان واگذار نشود.
بر اساس قوانین سازمان سارک این بار افغانستان باید برای کرسی سرمنشی سازمان سارک یک نماینده معرفی میکرد، اما نه به رسمیت شناختن حکومت سرپرست باعث این شد که این کار را غیر ممکن کند. از سوی هم برخی دیگر بر این باورند که نسپاردن کرسی سرمنشی سارک به نماینده افغانستان زنگ خطر برای ارزش‌های ملی است. آنها تأکید میکنند که حکومت سرپرست باید در این عرصه گام‌های لازم را بردارند. دعوت نشدن طالبان در جلسات بسیار مهم منطقوی که افغانستان عضویت از این نهادها دارد یک زنگ خطر است برای طالبان، یک ضربه است به منافع افغانستان. طالبان نسبت به این مسائل بی‌اعتنا هستند و به بی‌اعتنایی ادامه میدن. من گمان نمی‌کنم که طالبان از این بی‌اعتنایی کدام نفعی ببرند. بالاخره یک روزی متوجه خواهند شد که این بی‌اعتنایی ها به ضرر خودشان و به ضرر مردم افغانستان، منافع افغانستان است. افغانستان در سال 2007 میلادی عضویت سازمان سارک را کسب کرد و اعضای این سازمان پاکستان، هندوستان، نیپال، سریلانکا، بوتان، مالدیف عضویت دارد. کرسی سرمنشی سازمان سارک به مدت 3 سال به گونه نوبتی به افغانستان داده می شد، اما اکنون این سمت به بنگلادش داده شده است. ایران و ازبکستان بر همکاری مشترک با افغانستان تاکید کردند. مقامات ایران و ازبکستان برای صلح و ثبات پایدار در افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه ایران نوشته است که در این دیدار دو طرف بر همکاری مشترک برای صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. آگاهان امور میگویند صلح و ثبات در افغانستان به نفع کشورهای منطقه است. در این راستا روابط خود را با حکومت سرپرست باید گسترش داد. در این رابطه خواست نظر مسئولان امارت اسلامی را با خود نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های پیهم باسم موفق نشدیم. اخیراً کشورهای منطقه به شمول کشورهای همسایه نشست‌هایی را در مورد صلح و ثبات در افغانستان بدون حضور نماینده‌های افغانستان برگزار می‌کنند. در همین رابطه عبدالامیر حیان وزیر امور خارجه ایران با بختیار سیدوف همتای ازبکستانی خود دیدار و درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. در این دیدار مقامات مذکور در مورد صلح و ثبات پایدار در افغانستان گفتگو کردند. وزارت امور خارجه ایران در این مورد می گوید در این دیدار دو طرف بر همکاری مشترک برای صلح ثبات در افغانستان تاکید کردند. آگاهان امور چنین سفرهای کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان را مفید می دانند و تأکید می کنند که امارت اسلامی باید تلاشهای خود را برای ایجاد توسعه و روابط در منطقه افزایش دهد. در اوضاع و احوال کنونی بهتر است تا کشورهای همسایه افغانستان به جای نگرانی در مورد وضع امنیتی کشور ما به خاطر تأمین صلح و ثبات بیشتر در افغانستان با حکومت سرپرست فعلی همکاری کنند، زیرا تأمین صلح و ثبات و امنیت و با وجود آمدن یک افغانستان صلح‌آمیز و با ثبات به نفع کشورهای منطقه و جهان بوده. با مطمئن شدن چنین اوضاع در افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات کمک کننده بین المللی خارجی میتونن کمک های بیشتر انسان دوستانه را برای مردم افغانستان ارائه بکنند. در همین حال برخی دیگر میگویند با توجه به وضعیت جاری در کشور لازم است که کشورهای همسایه با افغانستان روابط صادقانه برقرار کنند تا کشورها از این روابط بهره مثبت ببرند. ازبکستان و ایران دوال از موږ دی مهم او گاونډي لو جملې څخه دي. نو افغانستان په دې 15 کالونو کې له بده مرغه چې دی جګړو په ډګر باندې بدل شوی دی. اوس چې بدل 15 کالو موږ داسې یو حکومت لرو چې په ټول افغانستان باندې یو شان حاکمیت لري او قوانین په کې پلي کیږي، نو په کار ده چې د افغانستان سره ګاونډیان ټول ښه مناسبات ولري چې تر څو افغانستان بیا جنگ جګړو کورنیو مسایلو ته سوق نشي، نو دا د ټولو په ګټه ده. تلاش کردیم در این باره نظر مسئولین امارت اسلامی را داشته باشیم، اما با تلاش های فراوان موفق نشدیم. اما پیش از این گفته بودند که برای کشورهای منطقه و فرامنطقه ثبات در افغانستان مهم است و تاکید کرده بود که کشورهای منطقه و همسایه باید در این زمینه با افغانستان همکاری کنند.
تجارت فاکتوری مهمی در توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی کشور است. آگاهان امور اقتصادی میگویند مبادلات اقتصادی و تجاری با همسایه ها و سایر کشورها میتواند به نفع و توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی منجر شود. این در حالی است که حکومت سرپرست افغانستان و نمایندگی سیاست خارجی کشور قزاقستان در گفتگوهای خود در این دیدار گفتند که نسبت به سال گذشته 300 میلیون دلار تجارت بین افغانستان و تاجیکستان افزایش یافته است. همچنان در این دیدار در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی دو طرف و موارد مشابه نیز گفتگو کردند. آگاهان امور اقتصادی و سیاسی میگن در شرایط حساس کنونی تقویت روابط بین دو کشورها باعث می شود که کشورهای منطقه و جهان تمایل به تعامل با حکومت سرپرست افغانستان داشته باشند. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه اسلامی افغانستان، میگوید که امیرخان متقی، سرپرست وزیر این وزارت، در دیدار با امتای قزاقستانی خود در خصوص مبادلات تجاری و تعاملات سیاسی دو کشور گفتگو کردند. نماینده قزاقستان وعده داده است که روابط سیاسی، تجاری و کمک‌های بشردوستانه را به افغانستان ادامه دهد. در همین حال آگاهان امور اقتصادی ثبات اقتصادی را عامل مهم برای ثبات سیاسی در کشور می‌دانند. آنها تأکید می‌کنند که مبادلات تجارتی بیکاری و فقر را در کشور کاهش می‌دهد. گاونډي سره د اقتصادي روابط د افغانستان د اسلامي امارت د لاسترړون څخه بولم. او اسلامي امارت ته مې سپارښتنه هم دا ده چې د اقتصاد په هرڅه کې د اقتصاد په برخه کې ډېر زیات کوشش باید وشي، ځکه چې د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې ده که سیاسي ثبات پیدا کیږي، نړیوال سټیج کې پرمختګ پیدا کیږي، د ملت او د حکومت ترمنځ اړیکې په غوړې چې ټینګې شي، دا ټول اقتصادي ثبات لاسته راوړل کیږي. او اقتصادي ثبات شاته فکټرونه عمده فکټرونه هم دا دي چې صادرات او واردات سره زیات شي، نړیوال سره اړیکې سره زیات شي، دا به سبب شي چې ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات شي. در همین رابطه آگاهان امور سیاسی میگویند در شرایط حساس و کنونی تقویت روابط با کشور قزاقستان باعث می شود که کشورهای منطقه و جهان روابط سیاسی و اقتصادی خود را با حکومت سرپرست گسترش دهند. با اوسنی حالاتو که چه افغانستان سر طول نری معامله در اولیه ده، یعنی تعامل نو سرکوی پر اسمیتی نپیجنی، نو په اوسنی حالات کې زما په فکر باندې هر هیواد چې زموږ سره تعامل وکړي او زموږ سره دا معامله وکړي، نو دا به د نورو هیوادو لپاره لاره هواره شي چې هغه به هم هغه هیوادونه چې هغه د یو چا تر تاثیر لاندې وي هغه به د هغه د خلکو د تاثیر لاندې ووځي، د تاثیره سه ووځي او زموږ د هیواد سره به تعامل وکړي. نزدیک به دو سال از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی در افغانستان میگذرد، اما تاکنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است. آگاهان امور میگویند برای حل مشکلات جاری امارت اسلامی باید خواسته های مردم را بپذیرد تا راه را برای مشروعیت بین المللی باز کند. امروز کمپاین چهار روزه واکسن فلج کودکان برای اطفال زیر سن 5 سال در سراسر افغانستان برگزار شد. در این رابطه سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید در جریان این کمپاین 9.9 میلیون کودک زیر 5 سال افغان واکسن خواهد گردید. این اداره از خانواده ها خواسته است تا برای تزریق واکسن ضد پولیو کودکان به طور کامل کمک کنند. مسئولین میگویند در این کمپاین علاوه بر واکسن ضد پولیو به کودکان کپسول نیز داده می شود که عبارت از ویتامین ای می باشد. در همین رابطه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از مردم می خواهد که اطفال خود را در مقابل پولیو واکسین کنند. همچنان مردم این کمپاین را در ریشه‌کن‌سازی مرض فلج کودکان بسیار مهم می دانند. مسئولین وزارت صحت عامه میگویند این یک کمپاین سرتاسری است که در تمامی ولایت ها به شمول پایتخت انجام می شود و تمامی کودکان زیر سن 5 سال تحت پوشش قرار می گیرد. دکتر شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید در جریان این کمپاین 9.9 میلیون کودک زیر سن 5 سال افغان واکسین خواهند گردید. در این کمپاین علاوه بر واکسن ضد پولیو به کودکان کپسول ویتامین ای نیز داده می شود.
نن د دوشنبه ورځ چې د 13 د مارچ سره سمون خوري په ټول هیواد کې د څلور ورځو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په دغه کمپاین کې چې د 9.4 میلیونه په اندازه باندې ماشومانو ته به واکسین تطبیق کیږي. د دې ترڅنګ موږ هدف لرو چې په ټولو ولایتونو کې د ویټامین ای کپسول هم د 15 کال څخه کم عمر ماشومانو ته ورکړو ترڅو د هغوی د بدن معافیت پورته شي. در همین رابطه کمال شاه مسئول روابط عمومی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف از همه مادران و پدران خواسته است تا فرزندان خود را در برابر فلج اطفال واکسین کنند. ما از همه خانواده ها می خواهیم در جریان این کمپاین تمام کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند، زیرا تنها راهی پیشگیری از فلج اطفال این واکسین است. هیچ درمان برای این بیماری وجود ندارد، اما با این واکسین قابل پیشگیری است. علاوه بر این، مردم همکاری با تطبیق واکسین در جریان اجرای کمپاین را گام مهم در پیشگیری از فلج اطفال می دانند. پیام مردم هم است که اولادای خود را واکسین کنند، دیگه از پولیو و از تمام مرضها جلوگیری کنند. پیغام داده شده که ټول خپل ماشومان واکسین ورته وکړي په ټیم باندې. او واکسین خوشی است. شرافت زمان می گوید وزارت صحت عامه برای شکن کردن پولیو در افغانستان تلاش می کند و تغییرات اخیر در این زمینه امیدوار کننده است. وی می گوید ولایت بامیان، دایکندی و غوربرخ مناطق سردسیر به دلیل سرمای شدید در این کمپاین شامل نشدند. زموږ هدف دا چې دغه کمپاینونو په تطبیق سره په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ کچه نوره هم راښکته شي. خوشبختانه چې سږ کال موږ کومه مثبته پیښه نه لرو، البته تیر کال په ټول افغانستان کې یوازې 2 مثبتې پیښې وې. د سیمه ییزو مسؤلینو او علمای کرامو څخه مو غوښتنه ده چې هغوی زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي تر څو د پولیو د واکسین کمپاین په ښه شکل سره ترسره شي او په آینده کې زموږ ماشومان د پولیو د ناروغۍ څخه وژغورل شي. البته یادونه باید وکړو چې یوازې 3 ولایتونه دي چې هلته د ډېرې زیاتې سړې هوا له کبله زموږ د پاین به یوڅه وزندګي دغه خبرسته به ان شاء الله تطبیق شي. مسئولین صحت عامه میگویند فلج اطفال یک بیماری ناعلاج است، اما با واکسین ضد پولیو قابل پیشگیری است. این واکسین میتواند کودکان را از ملولیت نجات دهد. زندانیان مشمول حدود شریعت خواهند شد. امارت اسلامی میگه 2-3 زندانیان افغان که از ایران منتقل شدند بر اساس شریعت تصمیم گرفته می شود. این در حالی است که پس از سپردن صدها زندانی افغان از سوی مقامات ایرانی به افغانستان، مقامات امارت اسلامی گفتند که 2-3 آنها بر اساس حدود شریعت و قانونی تصمیم گرفته می شود. دولت ایران تا اکنون 858 زندانی افغان را به افغانستان فرستاده است. بر اساس گزارش ها هزاران زندانی افغان شب و روز سختی را در زندان‌های ایران سپری می‌کنند. دولت ایران آنها را به دلیل نداشتن اسناد قانونی پشت میله‌های زندان می‌اندازد. از سوی دیگر آگاهان امور می‌گویند که امارت اسلامی باید آنها را بر اساس جرایمشان در پرتو اصول شریعت اسلامی مجازات کنند. ایران کشور همسایه افغانستان است که بسیاری از افغانها در این کشور کار میکنند. اکثر آنها دوست دارند از مسیرهای قاچاق بدون اسناد قانونی به ایران سفر کنند. بر اساس گزارش ها تعداد زیاد از افغانها به دلیل نداشتن اسناد قانونی و قاچاق مواد مخدر در ایران دستگیر شدند که تعداد آنها به هزاران تن میرسد. مقامات امارت اسلامی در مورد زندانیان افغانهای مقیم ایران میگویند 585 زندانی افغان از سوی حکومت ایران به افغانستان سپرده شده است. از سوی دیگر آگاهان امور می گویند که امارت اسلامی برای مردم در داخل کشور زمینه های کاری را فراهم کند و نیاز رفتن به کشورهای خارجی نیست. او دیت زمینه سازی و سیچ دی راسی خپل جوانو که کاروباری و که خپل کورونه جور که دیت زمینه برابر است چې دی خپل کورونه جور که او د خارج څخه راسی مش د پاکستان د تورمخ او د ایران د جوړمخ او د شمال د شینسترګو څخه او د غرب د سرمخو د تاج خلاص خپل افغانان ورونه راوړو خپل ملک ته چې موږ ماجرین راستانه کو خپل افغانستان کې ځای ورکو. د افغانستان د مشکل اوله حل لاره دغه ده. هر څه په سات موږ د مهاجرینو سره ته جوړي هلته هر وخت کوم سایګان خلک روزي دنیاوال هلته خلک روزي هغه راځي د یوه نظام په مقابل بل نظام راولي. په دنیا کې حکومتونه تغییر خوري دونې تکلیف په افغانستان کې درست نظام وړي.
برخی دیگر بر این باورند که افغانهای مقیم ایران به دلیل نداشتن اسناد قانونی و قاچاق مواد مخدر توسط دولت این کشور دستگیر می شوند و آنها می گویند که طبق قوانین شریعت با آنها سزا داده شود. رسانه ها گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران اضافه از 850 تن از زندانیان افغان را که در کشورشان زندانی بودند، البته با جرمهای مختلف، اونا را به حکومت امارت اسلامی افغانستان میفرستند و امارت اسلامی افغانستان هم سخنگویایشان اظهار فرمودند که مطابق حکم شریعت قرای محمدی در مورد این زندانیان جزا تعیین میشوند. به جرمای مختلف دستگیر کرده بودند، زندانی شده بود، اونا را بفرستند در افغانستان. ما امیدوارم که زعمای محترم امارت اسلامی مطابق اونمو جزاها و جرمی که اینا در کشور ایران مرتکب شدن برشان جزا دهند. بسیاری از افغانها در ایران به دلیل قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم مشابه زندانی شدند و بسیاری از آنها اعدام شدند. آگاهان امور می گویند مسئولین باید زمینه های کاری را در داخل کشور برای مردم فراهم کند تا از مهاجرت به کشورهای خارجی جلوگیری صورت گیرد. مسئولین محلی ولایت کنر میگند که با تاجران به طور موقت اجازه انتقال چوب را داده اند. تاجران این ولایت میگند که مسئولان زمان مدت انتقال چوب را تمدید کنند تا بتوانند چوب کشور را به خارج از کشور صادر کنند. آنها میافزایند دولت از آنها مالیات بالا میگیرد و که قادر به پرداخت آن نیستند. از سوی هم نجاران این ولایت میگند آغاز موقتی کار آنها را مختل کرده و میخواهند که باید این مدت پروسه تمدید گردد. مسئولین محلی میگند که عواید حاصل از صادرات چوب افزایش یافته است و میگند که با این کار زمینه های کاری برای بسیاری از مردم فراهم خواهند شد. کنر یک از ولایت های کشور به شمار می رود که مردمانش زیاد به زراعت و مالداری مشغول هستند و از نظر زراعتی چوب در این ولایت یک محصول زراعتی و اقتصادی است که در سطح منطقه از جایگاهی ویژه برخوردار است. در همین رابطه تاجران، چوب و نجاران می گویند که روند انتقال چوب باید تمدید شود، اما باشندگان ولایت کنر می گویند که انتقال چوب ها باید از راه قانونی صورت گیرد. په دې کې د درې درې نیم څلور سوه پورې مزدوران خپلو کورونو ته حلاله نفقه پیدا کوي، خو مشکل یې همدغه دی چې زر پروسه بندیږي. دغه د کونړ خلک دي، دلته ځمکې کمې دي، روزګارونه کم دي. یاره ډېر ناهیلي کېږو. مونږ د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې مونږ له دې ده مونږ خو کسبګر یو، د دې وطن خدمت کوو، کورونه آبادوو، جوماتونو کې کار کوو، ټول د دې ملک خدمت کوو. نو مونږ د دې نه دا هیله ده چې مونږ څه دې په دې خپل کسب کې دغه نه کوي، رکاوټ ډېر اسانه کوي. مونږ د داسې لار راکړي چې مونږ دایمي خپل کار کوو. بل روزګار دلته شته نه، کونړ به صرف په لرګي ولاړ دی، او چې لرګي هم راپسې بند شي نو بس مریستی شي، وړه شي، غوړي شي. از سوی دیگر نجاران این ولایت میگند که محصول از حکومت بر آنها افزایش یافته است که آنها را با مشکلات زیاد مواجه کرده است. آنها از حکومت میخواهند که باید مالیات بر آنها کاهش یابد. که دا پوره نشي نو هغه خلک روپۍ غواړي، سامانونه غواړي، سامانونه دلته بند پاتې کیږي. نو موږ غواړو چې پروسه هم راله همداسې دایمي کې او اوږده کې. نو ناهیلي کیږي خو ډېر زیات، ځکه چې بل روزګار بل کسب زموږ نشته دی. ټول هغه د بچو نفقه او هغه د کور ضروریات ټول زموږ په دې پورې تړلي دي. کله چې مکتوب راشي ضرور ناهیلي کیږو. نو یو خو دا خبره ده چې پروسه لنډه ده. کومو خلکو چې نجاران چې کار نیسي نو لسو شلو ورځو کې تعمیر نه جوړیږي. لکه خامخا تعمیر کې درې میاشتې څلور میاشتې کار کیږي، پنځه میاشتې کار کیږي. هغه دا مسلمانان چې لرګی والي هلته چې کار کوي، نجاري کوي، دروازې شدارې جوړوي، دلته پې وخت پوره شي. در همین حال سرپرست ریاست آبیاری و مالداری ولایت کنر در سخنان خود گفته است که به انتقال چوب اجازه داده شده. به گفته وی به این کار تغییر چشمگیر در افزایش عواید حاصل شده است. دا شپاړس ورځې کېږي چې دا پروسه آزاده شوې ده. په شپاړس ورځو کې 8 میلیونه عواید جمع شوي دي. نو موږ نور هم کوشش کوو چې د دې پروسې شفافیت وشي او دا دوامداره شي. نو په دې شپاړس ورځو کې سلګونه خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده او هغو د خپل د بچو د حلال رزق دپاره لګیا دي او په دې پروسه کې خپل کار کوي. منګه دا د نجارانو د عامو خلکو د
غوښتنه د خپل وزارت پورې رسولې ده، نو چې د هغو د اړخ نه مونږ ته کله هدایت وشه نو بیا به د دوی سره شریکه. کنر ولایت است که قبلا چوبها به صورت غیرقانونی و خودسرانه به کشورهای دیگر داده می شود، اما اکنون مقامات امارت اسلامی به تاجران اجازه موقت دادند. باشندگان و نجاران این ولایت می گوید که به صورت قانونی زمینه تمدید این روند فراهم شوند. نرخ افغانی در بدل اسعار خارجی در بازارهای کابل. وضعیت آب و هوا. و به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تشکر از تان که تا این دم با ما بودید. وقت بخیر.